طرح براندازی. چهار بامداد به وقت هرا آمدند، کنج و کنارها را همه گشتند، اما نه نامه سالوادور آلنده را در خانه ام یافتند، نه هفت تیر مایاکوفسکی، نه دشنه پیروز نهاوندی، نه شمشیر بهمن جازویه را. دو بیتی چاب نشده خیام را هم در بطری شراب نیافتند. جهت نمایم درون غزلی از حافظ نهان بود، رؤیاهایم به جای خود، حتی سرودهای بالگسترم در هوا را هم ندیدند. تابلوی سالوادور دالی را وارونه هم کردند، اما طرح براندازی را در آن نیافتند. نه اینکه نبود، آنها نیافتند. گرچه چنگ رودکی را شکستند، خودش را اما ندیدند. پس درون پیراهنهایم را جستند، مرا نیافتند. آنگاه هفت تیرها و بی سیمهاشان را قلاف کردند، رفتند با همان پاترولهای مجهز و خونی در همین تهران اوین. پنج بامداد به گاه دماوند. پاسداران گمنام امام زمان رفته، کنجکاوان پراکنده، خمیازه بلندگوها بسته، سلولی که برایم آماده کرده بودند خالی، بیت رهبری سیاه پوش، اما زیر پوست ایران زمین فروردین نفس می کشد. شش بامداد به گاه الوند. پرده ها را می گشایم. در تاق بستان میترا از پیکرش بیرون می آید، با شاخی برسم به خانه باز می گردد. خیزابه نور در اتاقم لپر می زند. اوپرای خروس ها را پخش می کنم. آتشی که نمیرد را از تاقچه دل بر می دارم. دوباره روی میز کارم می گذارم. آناهیتا دارنده هزار دریا و هزار رود که تخمه مردان و زهدان زنان را از آلودگی می پالاید، با دست ها بر پستان دوباره به اتاقم بر می گردد. پارتیزان ها از آلبوم بیرون می آیند، گرد آتشگاه سرود مستان می خوانند. پروانه هایم بر شانه هاشان باله می رقصند. هفت بامداد به گاه زاگرس. درون پیراهن سوریم می روم، اشیاء به هم ریخته را سامان می دهم، شاهنامه را می گشایم تا اسم شب را از گردآفرید بگیرم. اتاق جای رفت و آمد پارت هاست. شورشیان از شعرهایم بیرون آمده، دور و برم نشسته، تفنگ هاشان را روغن می مالند. ستاره ها را از درون تاریکی بیرون می کشیم. اسپارتاکوس بر لپتاپم خم شده شبنامه می نویسد. بر چهار پایی ولتر می ایستم،
شعر منتشر نشده خیام را برای ملحدان می خوانم. آنان رفتند، میترا آوازهای بومی را چه زیبا می خواند اکنون. کتابهایم با صدای بلند حرف می زنند، واژه ها از کهکشان روی کاغذم می چکند. رستم در گوش رخش رپ می خواند. گر آیند ایدون به ایران سرا، بکوبیم آن غار و کوه حرا. گر آیند ایدون به ایران سرا، بکوبیم آن غار و کوه حرا. مانی 16 دی ماه 1392. پهلوان بلند بالای میدان سخن استاد میرزا آقا عسکر یمانی بود که زیر نام طرح براندازی در روز 16 دی ماه ششم ژانویه امسال واژه‌بندی شد و بر کاغذ نشست. کسانی که خواهان دریافت این سروده هستند با من از راه ایمیل در پیوند باشند تا این سروده سرشار از امید را ارمغان شد. از دیگه این سرباز، این یکی از سروده هایی است که در دفتر ادب ایران و در تاریخ پیکارهای سیاسی برونمرز جاودانه جای خواهد گرفت. مانی هر روز بزرگ و بزرگتر می شود. می ترسم آنچنان بزرگ شود که مرغ شکستبان اندیشه ما دیگر نتواند در هوای او پرواز کند. 4 بامداد هنوز هوا تاریک است. هنوز ستارگان به پیشباز خورشید نرفتند تا خود را در پرتو آن پنهان کنند. در این گاه تاریک، در غار تاریکی به نام حرا، در نزدیکی شهری که در تاریکی بی فرهنگی فرو نشسته بود، یک فرشته خیالی بدخیم، بدشگون و بدسریش و بدسرنوشت به نام جبرئیل از دستگاه یزدانشناسی یهود سر برون می کشد و در آن هنگامی تاریک در تاریک بر جوان جوینده نامی به نام محمد رخ نشان می دهد و به او می گوید بخوان. محمد می گوید خواندن نمی دانم، نمی توانم بخوانم. ولی جبرئیل انگاری که زبان عربی را نمی داند باز می گوید بخوان. محمد دوباره می گوید نمی توانم بخوانم، خواندن نمی دانم. همیهنانم، این گفتگوی میان جبرئیل و محمد در آن غار تاریک، در آن هنگامه تاریک در تاریک که محمد گفت خواندن نمی دانم، هنگامی بود که دست کم 1100 سال پیش از آن بزرگ مردی از تبار مردان بزرگ تاریخ ساز جهان به نام کوروش، شاهنشاه والا تبار ایران زمین، حقوق بشر را خوانده و نوشته بود. 1100 سال پیش از آن که محمد بگوید من با شمشیر فرستاده شده ام تا درو کنم نه آن که بکارم، کوروش بزرگ تخم حقوق بشر را در زمین تاریخ کاشته و گفته بود من که کوروش ایرانی، خدمتگزار دادگری، فرزند منش نیکو و ستاینده همزیستی و مهرورزیم چنین میخواهم. هر آدمی میشاید در گزینش کیش خیش آزاد باشد. هر آدمی میباید در گزینش زیستگاه خود، در گزینش پیشی خیش آزاد باشد.
هر آدمی میشاید با داشتی خود چنان کند که میپسندد، پاسخگوی کردار خیش باشد و رفتار خیش. 1100 سال پیش از آن که محمد که خواندن نمیدانست، به فرمان جبرئیل بدشگون آیین قنبار و خونریز خود را در بخش بزرگی از جهان بگستراند و مردم جهان را دچار اندوهی جانگداز بگرداند، بزرگمرد دیگری از تبار مردان بزرگ جهان به نام داریوش، شاهنشاه والا تبار ایران زمین، پیام شادی بخش خود را در سنگ نوشته ای به دست تاریخ سپرده بود که اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. صدها سال پیش از آن که محمد به فرمان الله زنستیزش زنان را خار بشمارد و واژه کنیز را برای بس بسیارانشان به کار برد و بگوید در جهنم نگریستم و بیشتر جهنم نشینان را از زنان دیدم، و فرمان دهد که زنان آزاده را به نام کنیز و برده در روسپیخانه های عرب بفروشند، کمی آنسویتر در سرزمین اهورایی کوروش و ماندانا زنانی مانند آرتمیس و یوتاب و گردیه به فرماندهی سپاه می رسیدند. زنانی مانند حمای و پوراندخت و آزرمیدخت بر تخت پادشاهی می نشستند. 1100 سال پیش از آن که محمد دانش نیاموخته مردان هرگز کار نکرده را برانگیزد که هر یک شمشیری بردارند و به جای اینکه بکارند و بخورند بکشند و بخورند، و دارش و دسترنج مردمان را به نام غنیمت جنگی برباید و میان خود بخش کنند و 1/5 دارایی چپاول شده مردمان را هم به او ببخشند، سرزمین اهورایی کوروش و ماندانا آغوش بر روی همه کارورزان در سراسر جهان گشوده بود تا به ایران بیایند و دست به کار ساختن بنای تخت جمشید بشوند و زن و مرد در انجام کار یکسان دستمزدی برابر بگیرند. افزون بر آن، زنان 2 ماه پیش از زایمان و 2 ماه پس از زایمان در خانه بنشینند و همه دستمزد خود را از خزانه شاهی دریافت کنند، و مردان نیز با دریافت همه دستمزد خود از خزانه شاهی 1 ماه پیش از زایمان و 1 ماه پس از زایمان همسرانشان در خانه باشند تا از همسر و کودک خود پرستاری کنند. دریقا و دردا که آن تاریکی 4 بامداد به گاه حرا به نیروی اهریمن بران فروغ و روشنایی شادی بخش که در سرزمین اهورایی کوروش و ماندانا دامن گسترانده بود چیره شد و روزگار مردم ایران را سیاه‌تر از سیاهی غار حرا کرد. ولی چرا من جبرئیل را یک فرشته بدخیم و بدشگون و بدسرنوشت و برآمده از دستگاه یزدانشناسی یهود دانیدم؟ برای شما از تاریخ یعقوبی رویه 378 چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب می‌خوانم. می‌گوید جبرئیل جبه‌ای دیبا پوشیده بود. همیهنانم، شما را به ایران سوگند دامنی خرافه باوری را بنگرید. جبه یعنی پیراهن یا جامه بلند که گاه روی جامه و گاه زیر جامه دیگر می‌پوشد. جبرئیل چون این جامه ای از دیبا به تن داشت و این یعقوبی آن را دید و نوشت در گزارش خود. و نکته اینجاست که ما مردم باور کردیم و هنوز هم باور می‌کنیم. و جبرئیل تن داشت. نکته اینجاست جبرئیل چنین دیبایی، چنین جامعی از ابریشم به تن داشت. خب تن داشت. دانسته نیست که این جبرئیل بود در آن غار تاریک و یا سلمان فارسی که آمده بود در دل آن تاریکی
محمد را به ویران کردن ایران برانگیختند. خب جبرئیل جبه‌ای از دیبا پوشیده بود و برای آن بزرگوار تشکی از تشک‌های بهشت آورد. دانستیم که در اون روسپیخانه الهی تشک‌های بسیار هستند، یکی را هم جبرئیل آورد برای آن بزرگوار و آن او را روی آن نشانید و او را اعلام کرد که فرستاده الله هست، تو فرستاده الله بود و پیام الله را به او رسانید و گفت بخوان به نام ربت که ترا خلق کرد. البته برگردان یا مترجم نمیشه است بخوان به نام خدایت، که البته در اینجا واژه خدا نباید به کار میرفت. من برگردان کردم ربت، رب همون رب، اقرب اسمی ربت، در اونجا هم رب آمد است. بخوان به نام ربت که ترا خلق کرد. باز در برگردان فارسی گفته شده است بخوان به نام خدایت که تو را آفرید. مترجم بیچاره نمی‌دانست است که آفریدن و خلق کردن این همان نیستند. خب ما در این زمینه گفتیم، باز هم پایین گفت بخوان به نام ربت که تو را خلق کرد. گفت خواندن نمی‌دانم. فردا نیز آمد او را در پلاسی پوشیده دید. گفت ای پلاس پوشیده، برخیز و بترسان. جبرئیل از آسمان هفتم، از دستگاه الهی آمد، سر برون کرد از آن دستگاه پوشیده یزدانشناسی یهود، آمد در آن غار حرا به یک جوان عرب جوینده نام، گفت ای پلاس پوشیده، برخیز و بترسان، برخیز و ترس در دل مردم بینداز، ترس از شمشیرهای خونچکان جهادگران و مسلمان، ترس از دست و پا بریدن ها، ترس از خانمان و زن و فرزند از دست دادن ها، ترس از ببردگی و غلامی فروخته شدن ها، و سرانجام ترس از مار قاشیه و عقرب جرار و حمیم جهنم و طوفان نوح و هزار و یک بلای آسمانی و زمینی دیگر که الله کینجو که مکارترین مکاران و ستمگرترین ستمکاران و زورگوترین زورگویان است، دامنگیر کسانی خواهد کرد که محمد را به پیامبری نپذیرند و از فرمانهای خرد ستیزش سر بتابند. و امروز ترس از ترور شدن به دست مسلمانان پیبرز. برگردیم به گزارش یعقوبی. یعقوبی میگوید به روایت بعضی اسرافیل سه سال، فرشته دیگری از دستگاه یزدانشناسی یهود، اسرافیل سه سال و جبرئیل 20 سال در پیشگاه محمد. به روایت دیگران پیوسته جبرئیل بر او گماشته بود. جبرئیل گماشته محمد بود 23 سال. برخی گفتن همه 23 سال جبرئیل بود، برخی دیگر نوشتن که نه، سه سال نخستین اسرافیل بود، سپس اسرافیل چون کار خود خوب انجام نداد الله او را کنار گذاشت، آن دیگری را به نام جبرئیل فرستاد. اینک ادامه سخن که بدانید چرا من جبرئیل را بدسرشت، بدشگون نامیدم. میگوید در ادامه همون گزارش، ورقت ابن نوفل عموی خدیجه، ورقت ابن نوفل به خدیجه دختر خویلد گفته بود از او بپرس. میآید نزد دختر، نزد دختر برادرش، او میگوید از او بپرس، یعنی از محمد بپرس، کسی که نزد تو می آید کیست؟ این زمانی است که به تازگی محمد به کسانی گفته بود که من در غار حرا کسی نزد من می آید. اینک عموی خدیجه آمده است و او می گوید که از او بپرس کسی که نزد تو می آید کیست؟ اگر میکائیل باشد، میکائیل هم یکی دیگر از فرشتگان در دستگاه یزدانشناسی یهود است، کاری به عرب نکن، اگر میکائیل باشد برای او دستور آسایش و آرامش مردمان و نرمی آورده است، و اگر جبرئیل باشد فرمان کشتن و خون ریختن و پرده گرفتن آورده است. خدیجه از رسول الله پرسید، رسول گفت جبرئیل است. از خدیجه
دست به پیشانی خود زد. این گزارشی بود از یعقوبی. تاریخ یعقوبی را بخونید. شور بختانه همیهنانم دامنه آن تاریکی از هرا به روزگار ما کشیده شد. با خورشید به روزگاری مردم ایران و دست سلمان فارسی همچنان در قار هرا در اسارت بماند. ولی سرانجام 5 بامداد به گاه دماوند فرامیست. در سروده مانی 5 بامداد به گاه دماوند. اینجا دیگر حرانیست. اینجا خواستگاه ایزد مهر است، نه قاره هر. اینجا دماوند است. اینجا گردشگاه ایزد بانو اردویسر آناهیتا است، نه میدان تاخت و تاز اهریمنی رایات جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و دیگر و بلال حبشی. اینجا سرزمین آرش کمانگیر است، نه کربلا. اینجا برآمدنگاه خورشید است، نه سیاه قاره حرا. اینجا گردشگاه ستاره هاست، نه ریگزار پر از مار و گزدم و جهادگران فی سبیل الله. 5 بامداد به گاه دماوند پاسداران گمنام امام زمان رفتند. بیت رهبری سیاه پوش است و فروردین زیر پوست ایران زمین نفس می کشند و چرخه زمان همچنان ادامه دارد تا می رسیم به 6 بامداد به گاه الوند که زادگاه مانیست. کوه سربلندی که همیشه برف پوش است. طاق بستان در همین جاست. در همین جاست که شاهنشاه داریوش بزرگ پیام شادی بخش خود را در گذرگاه تاریخ جاودانه کرده است. و در این جاست که ایزد مهر از تندیس سنگی خود در طاق بستان سر بر می کشد تا پس از یک خواب 1400 ساله پرتو خود را بر سر مردم ایران فرو باشد. اینک به جای نوحه خانهای اهرمنزاد که کارشان گریاندن خردسوخته هاست، اوپرای خروزها جانهای ایرانیان آزاده و خرد نیوش را نوازش میکنند. دوباره آتشی که نمیرد هرگز با زبانهای آسمانسایش گرما بخش زندگی ایرانیان می شود. دوباره ایزد بانو اردویسار آناهیتا آن بالا بلند عشق که به پری و سرشاری همه آبهای جهان است، آن که پاک کننده سرشت مردمان است، با دستهای سفید بر پستانهایی که به زیبایی خدایند دوباره باز می گردد تا پروانه ها را به گرد شانه های رزمندگان راه آزادی ایران به پرواز دارند. آنگاه 7 بامداد به گاه زاگرس فرا می رسد. آزاد زنان ایرانی چادرهای سیاهشان را که به زور چماق و نادانی بر پیکرهای زیبایشان پوشانده شده بود در آتش خشم خود می سوزند. مردان ایرانی پیراهنهای سیاه سوگواری از تن می کنند تا به همراه چادرهای سیاه همسرانشان در آتش مهر به ایران بسوزند و پیراهنهای رنگ گل سوری گل سرخ بتن کنند. دوباره همه چیز هنجار شایسته و بایسته خود را پیدا می کنند. ولی همیهنانم شورانگیزترین بخش این سروده آنجاست که سخن پرداز خوشپرداز ما شاهنامه را باز می کند تا اسم شب را از گردآفرید بگیرد. او می داند که باید از این شب تاریک بگذرد و می داند که بدون دانستن اسم شب راهی به بامداد نخواهد داشت. ولی نکته بسیار شایان شخص‌نگری اینجاست که مانی، این سخنسرای توانای روزگار ما، اسم شب را از رستم نمی پرسند. از سیاووش و کیخسرو
و گیو و گودرز نمی پرسد. از سام نریمان و زال زر نمی پرسد. از سیمرغ، از آن زن خدای خردمند و همه دانای ایرانی هم نمی پرسد. از گردآفرید دلبر می پرسد. این واژه دلبر رو خودمانی برای گردآفرید بارها به کار برده است که می گوید من فرزند گردآفرید دلبرم. اینجا هم اسم شب را از گردآفرید می پرسد. چرا؟ چرا از رستم نمی پرسد؟ چرا از کیخسرو؟ آن شهریار خردمند؟ چرا از سیاوش؟ از ایرج؟ از منوچهر؟ از گیو و گودرز؟ از هیچ چیز نمی پرسد. از فریدون فرخ؟ از خود سیمرغ نمی پرسد. از گردآفرید می پرسد. مانی می خواهد به ما بگوید آن که ما را از این تاریکی بدخیم رهایی خواهد بخشید همیهرانم رستم نیست، گردآفرید است. تنها به یارمندی گردآفریدهای روزگار ماست که میتوان از تاریکی هرا به بامداد دماوند و الوند و زاگرس رسید. ماری، تو با این اندیشه های نازکت سرانجام مرا میکشی. همان بهتر که تو بکشی پیش از آن که جهادگران مسلمان به فرمان الله و رسول و به دستیاری اهریمن مرا بکشن. اهورامزدا خداوند جان و خرد همیشه در زندگانی تو مانی باشد و بماند. من به زودی کوشش میکنم ترتیبی بدهم که بتوانم در پیشگاه شما گهگاه با مانی گرامی گفتگویی داشته باشیم تا هم شما چهره او را ببینید و هم سخنانشان را بشنوید. من نمیدانم آنچه را که من از سرودی مانی برداشت کردم تا چه اندازه با آنچه که او خود در اندیشه داشته از برابری دارد. این را هم در آینده از خود مانی خواهیم پرسید. ببینیم که خود او چرا از گاه ساعت چهار در اون تاریکی از غار حرا میرسد به پنج بامداد به گاه دماوند، سپس شش بامداد به گاه الوند و سپس هفت بامداد که دیگر خورشید یک سر بالا آمده است به گاه زاگرس. اینها چیستند و چرا او اسم شب را از گردآفرید می‌پرسد؟ چرا به سراغ رستم نمی‌رود؟ چرا به سراغ سیمرغ نمی‌رود؟ چرا گردآفرید؟ این برداشت من بود که مانی میخواهد به ما بباوراند که البته چنین هم هست، چون خود من نیست همین باور دارم. گشایش این بند از دست و بال ما تنها به دست زنان ما خواهد بود، نه به دست ما مردان. ما مردان رزمندگانی هستیم که باید فرماندهی این سپاه را زنان داشته باشند. آنگاه ما پیروز خواهیم.